نیروهای عراقی عملیاتی با هدف تعقیب بقایای سنیهای تندروی داعش در مناطق جنوب غربی کرکوک را آغاز کردند این نیروها در بیانیه اعلام کردند عملیات انتقام شهدا برای تعقیب بقایای داعش در مناطق جنوب غرب کرکوک آغاز شد در همین حال شنیده شده که در نشست رؤسای ستاد مشترک عراق و عربستان سعودی در بغداد دو طرف بر افزایش همکاری های نظامی تاکید کردند مشکل حضور داعش در مناطق مختلف عراق که از سوی عربستان حمایت می شود از یک سو و اعلام تلاش برای همکاری مشترک میان عراق و عربستان از سوی دیگر دوگانگی عجیبی را به وجود آورده و سوالهای های و سوالهای بسیاری را, بس را برای افکار عمومی جهان به خصوص ملت عراق ایجاد کرده است. علی اکبری گزارش می عملیات انتقام شهدا برای تعقیب بقایای داعش در مناطق جنوب غربی کرکوک از صبح روز چهارشنبه سوم مارس 2021 آغاز شده است. در این عملیات فرماندهی عملیات کرکوک شرق دجله نیروهای ارتش، پلیس فدرال به همراه نیروی هوایی عراق مشارکت دارند. هدف از این عملیات تفتیش و تامین امنیت مناطق جنوب غربی کرکوک و جلوگیری از نفوذ تروریست ها و تردد آنها بین استان های دیاله، کرکوک و صلاح است. از سوی دیگر سرلشکر فیاز حامد رویلی رئیس ستاد مشترک ارتش سعودی وارد عراق شده و با سرلشکر عبدالامیر رشید یارالله همتای عراقی خود دیدار کرد. در این نشست مقام های دو کشور بر افزایش همکاری های نظامی تاکید کردند. همچنین در ابتدای ورود این مقام سعودی به بغداد جمعه انادت جبوری وزیر دفاع عراق از وی استقبال کرده و طرفین در خصوص عرصه های افزایش همکاری ها و موارد مورد توجه یکدیگر گفتگو کردند. اکنون این پرسش مطرح می شود که با توجه به حمایت عربستان از داعش از یک طرف و از طرف دیگر تلاش عراق و عربستان برای همکاری نظامی مشترک چگونه می شود این دو اتفاق را به صورت همزمان حزم کرد آیا بهتر نیست به جای همکاری مشترک نظامی مقام های عراقی از طرف سعودی بخواهند رسما حمایت خود از داعش را پایان دهد تا نیروهای عراقی بتوانند به راحتی و به سرعت داعش را به طور کامل از عراق بیرون برانند